چطور این رفقا آقا این این ویدیو یه مقدار طولانیه یه صحبتی دارم باهاتون واقعا یه سوالی که برام پیش اومده خب من بررسی کردم عفی تهران رو توی قسمت‌های قبلی چند تا برنامه ساختیم من نظرمو در مورد این سریال گفتم گفتم که مثلا سریال خیلی خوبیه خیلی با جزئیات داره جلو میره دوست دارمش و ایراداش هم گفتم بزرگترین ایرادی که به چشم اومد این بود که الان که دارن داستان عفی تهران رو می‌سازن و رفتن توی پیش تولید این داستانه بر اساس چی هستن وقتی هنوز سرنوشت افی تهران مشخص نیست نظرم رو گفتم ولی خیلی کامنت گرفتم که نه افی تهران سرور خوبی نیست و کامنت های مثبتی هم گرفتم ولی خب خیلی کامنت گرفتم که تو داری اضافی مثلا طرفداری میکنی از این سریال بعد از اون ور در مورد جنگل آسفالت قسمت اولش اومد نظرم رو گفتم گفتم به نظرم همچین سریال ویژه این نیست و بازی نوید محمدزاده به نظرم بدترین بازیش بود که توی اون قسمت دیدم چرا؟ چون یه بازی تئاتری اون مدلی برای یه سریال رئال جالب نیست ولی خب از اون ور باز کامنت گرفتم که نه تو اشتباه داری میکنی اولا که بهترین بازی نوید محمدزاده است ولی اینکه سریال خیلی خوبیه سوالم اینه واقعا این حجم از کم لطفی به افی تهران و این حجم از لطف زیاد است حد به جنگل آسفالت از کجاست چرا واقعا من شاید من اشتباه میکنم نمیدونم دوست دارم واقعا نظرتون برام بگید و اگه جوابی دارید بنویسید توی کامنت ها دمتون گرم بریم سراغ بررسی قسمت چهارم افی تهران سلام محمد علی شیرزاد هستم خوش اومدید به چنل خودتون شیرزاد فیلم قسمت قبلی این سریال رو بررسی کردم با جزئیات لینکش میاد این بالا می میکنم که اگه ندیدی اول بری اونا رو ببینی و بعد بیای سراغ این ویدیو خب این قسمت اونطور که فکر میکردیم قرار شروع بشه و پیش بره شروع نشد و پیش نرفت اصلا ما فکر که خب بعد از اون سکانس آخر قسمت قبلی الان قراره که ما ببینیم افعی و آرمان بیانی همدیگر رو میشناسن یا نمیشناسن اگه میشناسن از قبل هماهنگن یا هماهنگ نیستن ولی با شروع این قسمت و کل این قسمت دیدیم که اصلاً زدی کانال دیگه این قضیه یه خورده تو ذوق من زد واقعا ولی خب از این برم اقدر قسمت خوبی بود که دیگه هر چی جلو رفت گفتم حالا بی خیال شاید مثلا یه برنامه دیگه ای براش دارن شاید باید بیشتر صبر کنیم ولی خب انتظاری که داشتیم اون مدلی جلو نرفت یعنی کل اون چیزی که چیده بودم توی قسمت آخر که ما رو حالا اتش این قضیه رو داشته باشیم که چه اتفاقی میفته توی قسمت بعدیش که این قسمت اومد نتیجه خاصی نداشت الان و این ذهنم رو مشغول کرده که نکنه اصلا میخواستن بازی کنم با ذهن ما نمیدونم اصلا آرمان بیانی نمیشناسه افیه تهران و وقتی اونجا هم دیدش اون نگاه های عجیبش صرفا به خاطر این بود که تعجب کرده که عفیه خانومه اگه اینجور باشه که من اصلا دوست ندارم اینطور باشه کاش همون پلنی باشه که یعنی اون ایدیه که دادیم اون توری که گفتیم توی قسمت قبلی اون خانم کوچیکه که دختر کوچیکه که توی کودکی آرمان دیدیم که توی این قسمت هم دیدیمش اون افعی باشه که الان بزرگ شده که من یه اشتباهی هم داشتم توی بررسی یه قسمت قبلی گفتم شاید خواهرشه ولی دیدیم که دختر خالش بود من رفتم یه مقدار دورتر که برام جالبتر بود اگه خواهرش بود داستان از نظر احساسی شاید یه مقدار خیلی فرق می‌کرد این روابطی که بین این دو نفر وجود داشت خیلی جالبتر برام می‌شد ولی خب الان دیدیم که دختر خالشه و اینکه دوباره دارن نشونش میدن شاید هنوز باید امیدوار باشیم که مریلا زارعی همین دختر کوچیک است ولی هر چقدر تو این سریال بعضی از بازیگرای فرعی بد بازی میکنن بازیگرای کودک و این رو واقعا حرف ندارن بازیگری که نقش پسر آرمان بیانی رو بازی میکنه نقش بابک رو که اصلا نابغه است نظرم یعنی هر بار که میبینم میگم مگه میشه از یه بچه اینجوری بازی گرفت بعد خودش چقدر مثلا این کار است خودش چقدر بازیگره چقدر استعداد داره که همچین اجرایی رو جلوی دوربین داره واقعا بعد حالا از اون بر اون پسر بچه که نقش کودکی آرمان رو بازی میکنه هم اون نگاهی که به مادرش داشت و وسط حرفاشی و بغلش کرد خیلی درست بود خیلی همه چیزش سر جاش بود آقا این پلان که خیلی هم روش تاکید شد رو من هر چقدر فکر کردم هر چقدر سرچ کردم به نتیجه نرسیدم که چه مفهومی میتونه داشته باشه و الان واقعا گیجم یعنی واقعا برام سوال شده که چرا انقدر تاکید این پلان هم اونجا تو همون سکانس اولی که دیدیم هم توی های بعدی آرمان که رو اون جوراب شلواریه و اون حالا پارگی و اون نخکش شدنی که روش بود اینقدر تاکید داشت اگه کسی متوجه این قضیه شده و در که خاصی داشته از اون قضیه لطفا برای من و بقیه دوستان که شاید متوجهش نشدن توی کامنت بنویسید. بنویسه یه جمله گفت آرمان بیانی که من فکر میکنم این جمله رو خود آقای پیمان مادی نوشتن و اصلا حس خودشونه گفت که من وقتی که حوصله آدمای روشن فکر اطرافم ندارم با سارا وقت میگذرونم آقای مادی واقعا منم همینطور یعنی واقعا منم همینطور نه با سارا وقت نمیذارم منم حوصله آدمای روشن فکر اطرافمون ندارم واقعا ندارم به واسطه کاری که انجام میدیم که مربوط به حالا سینما و تئاتر رو کلا تو این فضا هستیم با یه سری آدمای حالا نمیخوام بگم روشن شاید روشن فکر نما روشن فکر مجبوریم در ارتباط باشیم و راستشو بخواید حقیقتا برخورد جالبی ندارم باهاشون شخصا و از اونجایی هم که این آدم ها این روشنفکر های عدایی چون الان روشنفکر بودن مود شده و پوچن یعنی نمیشه باهاشون ارتباط برقرار کرد صرفا چی میگن تو اصطلاح میانه میگن عشقشو داره علمشونه واقعا همینه واقعا نمیتونم ارتباط درستی باشون برقرار کنم و رفتار جالبی داشته باشم وقتی صحبت میکنیم واسه این میکنم اگه قراره با هم کار کنیم یا کلا میاید سراغ من اگه روشن فکر ادایی هستید اصلا نه. یعنی چون این روزا خیلی برام اتفاق میفته اصلا بی خیال یعنی شکل نمیگیره ارتباطمون خیلی اصلا شخصی شد این برنامه بریم سراغ ادامه داستانمون تو اون سکانسی که نماینده ارشاد اومده بود یه سوتی به نظرم وجود داشت یعنی من هر چقدر بالا پایین کردم این قضیه ها رو دیدم سوتیه آرمان اومد یکی از اون مواردی که قرار اصلاح بشه رو بخونه و اینطوری گفت گفت که قاتل با دستاش مقتوله را خفه نکند کاملا واضح گفت مقتوله خب مقتوله اسم معنیس مقتول هست یعنی کسی که کشته شده بعد کسی که به دست عفتی تهران کشته میشن اصلا مردن بعد اصلا مرد نباشن هم مقتوله باشن یعنی زن باشن هم که دیگه مشکل منکراتی وجود نداره که بعد اونجا بیاد چون خود قاتل ما هم زنه دیگه حالا اگه دوست داشتید به دقیقه 8 و 56 ثانیه رو ببینید اونجا این اتفاق افتاد بعد اینقدر داره این سریال توی دیالوگ توی اکت و اینقدر میشه در موردشون حرف زد که اگه بخوام همشون رو بیام در موردشون صحبت کنم و بپردازم بهشون شاید بیشتر از نیم ساعت طول بکشه این برنامه ها و از حوصله همه خارجه دیگه من تنها اگه چند نفرم بودن جالب میشد ولی من تنها بیام نیم ساعت در مورد یه اپیزود یه سری را صحبت کنم با حال نیست فکر میکنم ولی کاش میشد یعنی خیلی چیزا هست که آدم حس میکنه توی این حالا برنامه‌ای که داریم میسازیم ولی میگم ملت عقلشون به چشمشونه این تایید کننده اومد دیوار رو پر تابلوی هنرمندا کرد واقعا تاثیر گذاشت نماینده شد حقیقت واقعا یعنی همچین دیدی دارن اکثرا تو سکانسی که آرمان با خاله بابک داشت و بچه های بابک و بچه های بابک بچه های خاله بابک و اینا اونجا بودن آرمان توی زبون داشت مثلا حالا اذیت میکرد این خاله رو داشت شاید ویژگی های رو بهش میگفت و توهین میکردیم یه مطلب بیشور هم هست آرمان قبول کنیم داشت یه زبون این چیزها رو جلوی چشمش توی واقعیت ایرادای خودش و بچهش داشت اونجا نمایان میشه. این دست و پاچولفتی بودن پسرش جلوی اینا دیگه برمیگرد هم به خود پسر هم به تربیتی که خود آرمان و همسر سابقش داشتن یعنی قشنگ دو تا کنار هم دیگه بودن روبروی هم دیگه بودن خیلی جالب بود و این دومین بار بود تو این سریال که نتونست تحقیر شدن بچه‌شو ببینه و اینجا مجبور شد که بچه‌شو به خودش ببره یه جوری سانسوری وجود داشت که خیلی سانسور عجیبی بود من نفهمیدم چرا اینو اصلا اینجوری کردن توی یکی از اون سکانسایی که با سحر دولت شاهی داشت گفت که پدرم منو تنبیه می‌کرد ولی اگه دقت کنید این کلمه ای تنبیه صداگذاری شده و با توجه به اون حرکات لب پیمان معادی چیزی که داره میگه اینه که پدرم منو اذیت میکرد حالا چه فرقی بین این تنبیه و اذیت هست یعنی این اذیتی که داره میگه یه مفهوم دیگه داره شاید یه نوع اذیت و آزار دیگه بوده اگه اینطور بوده که داستان باز میده یه مقدار سمت اون اتفاقی که برای منصور توی پوستشی رفتاده بود و تبدیل به قاتل شده بود یه شباهتای اینجا به وجود میاد ولی میگم دیگه این سانسور اگه این نیست دلیلش نمیدونم چرا تنبیه و حالا اذیت که اذیت و, و تنبیه به جاش آوردن متوجهش نمیشم واقعا این فیلم فارگو که پسر آرمان برداشت و بهش اشاره شد هم جالبه بدونید که مثل همین سریال یه کار کمدی سیاهه ولی این اصلاحات خیلی عجیبه جیغ زن ملودیک نباشد دیگه چیه نام مردا بعد نمیدونم کلمه سوراخ هست بیاد جایگزین شه اینا هستن هم. اینا رو واقعا میگن تو هر سریالی به هر حال یه سری پلان شاید یه سری سکانس باشن که صرفا کارشون اینه تایم پر کنن واچ تایم بگیرن و اشکالی نداره معمولا تو سریالا اگه یه مقدار حالا جالب و یه مقدار خلاقانه تر باشن ولی تو این سریال یه سری پلانای واقعا اضافی می‌بینیم یعنی گذرای عجیب غریب رفت و آمدای عجیب غریب حالا لازم نیست مثلا مادی میخواد از اینجا بره اینجا کل این مسیر رو ما ببینیم که با چی رفت چرا رفت چه جوری رفت بعد یه پلان از اون بالا شهر رو به ما نشون بدی دو ثانیه که پلان خوشگلی بودا ولی ربطی نداشت و خیلی بی رفت به هم دیگه کات خوردن من خوب شد یادم افتاد یکی از مخاطبات دایرکت داده بود و دیروز به خاطر استوری که گذاشته بودم خیلی برام دایرکت گمش کردم اصلا که الان نشون بدم کی این دایرکت برام فرستاده ولی حرفی که زد خیلی جالب بود گفت که مگه الان تو سطح شهر کسی دیویدی میفروشه اونم دیویدی فیلم های خارج و اینا که بیان رو جمع کنم ببرن کسی واقعا سی و دیویدی نمیفروشه حالا اونم جلوی تاعت شهر که توی چند قسمت قبلی دیدیم بعد میگه اوکی حالا آرما اینو مثلا استخدام کرد پس کجاست چرا ما بینیمش؟ کجا استخدامش کرد چی کارش کرد این هم یه نکته بود که جالب بود واقعا دیویدی بفروشه یکی وسط شهر عجیبه دیگه الان تو این قسمت متوجه شدیم که آرمان تو ارتباط درست برقرار کردن با خانم مشکل داره و این مشکل رو فکر میکنه که باعثش پدرشه و از این ناراحت بود که پدرش چرا تا آخرین روز زندگیش خودش اوکی بود یه خانم خیلی کوچیک‌تر خودش باش در ارتباط بود ولی الان مثلا خود آرمان مشکل داره سر این قضیه حالا این جالب بود ولی وقتی جالب تر شد که چند سکانس بعدی دیدیم که به پسرش هم حسودی کرد وقتی که پسرش رفت سمت اون دختر کوچیکه و ارتباط برقرار کرد و حتی بوسیدش دیدیم که با این نگاه حسادت واقعا تاش نگاه میکرد به پسرش یه نکته مثبت دیگه که این سریال داره خب متوجه شدیم که این برند روغن اسپانسر این سریاله ولی نمیاد دیگه یه هم مثل گناه فرشته ای تابلو و بنر به ما نشون بده یه پلان از اونها بگیره از این روغنه واقعا میاد استفاده میکنه چندین باره که تو این سریال دیدیم که از کار کرد داشت یعنی اون تیزر تبلیغاتی که حالا اون ور استودیو داشتن میگرفتن بعد توی خونه دیدیم که خیلی ازش استفاده میشه میدونی استفاده میکنن از این برندی که حالا اسپانسر این سریال شده و به نظرم جالبه خیلی بهتر از اون پلانای پوستر و ایناست بعد یه نکته دیگه چیزی که برای آرمان الان واقعا دغدغه است همین ارتباط برقرار کردن است یعنی الان که داره سعی میکنه با سحر دولت ارتباط بگیره صرفا برای نیست که خوش اومده ازش آره خوشش اومده ولی فقط میخواد ارتباط بگیره داره تو سن 50 سالگی تمرین ارتباط گرفتن انجام میده اگه دقت کنید توی اون پیامی که میخواست به اون مربی یا حالا مدیر مهد کودک بده هم سعی میکرد که یه مقدار ارتباط بگیره راحتتر باشه باش و نمیتونه از پسش بر نمیاد عادت نداره و اما در مورد اون سکانس آخر که آرمان قاطی کرد و اون حرف رو زد تو سر دولت شاهی من دقیقا همین منظورم بود توی بررسی قسمت قبلی که شاید یه مقدار حالا عجیب قریب گفتم که درست منتقلش نکردم بعضی متاسفانه حالا ناراحت شدن ولی من منظورم از نگاه این شخصیت بود از نگاه آرمان بیانی داشتم میگفتم که الان تا الان باید اینجوری بود که خب این مشاوره ها این جلسه ها هیچ به هیچ درد من نخورده و من باید پاشم برم اصلا هیچی بهم اضافه نکرده ببین از نگاه آرمان داشتم میگفتم انتظار داشتم که آرمان همچین حرکتی بکنه تا اون قسمت قبلی ولی خب مثل اینکه من یه قسمت جلوتر بودم اونجا تو این قسمت یه کاملا این اتفاق افتاد چون کاملا مشخص بود آرمانی که به ما معرفی کردم با این شخصیت پردازی که وجود داره باید یه جا قاطی می‌کرد. ولی خب از اونجایی که داره سعی میکنه این روزا کنار بیاد با خیلی از مسائل و یه مقدارم خوشش میاد از ایشون حتما برمیگرده حالا شما هم حتما نظرتون در مورد این قسمت و صحبت هایی که داشتم برام توی کامنت ها بنویسید اگه خوشتون اومد لایک هایتون نره و اگه سابسکرایب نکردید هنوز چنل رو و علاقه دارید به بررسی و معرفی فیلم و سریال سابسکرایب هم یادتون نره این ویدیو بررسی قسمت اول سریال جنگل آسفالت که پیشنهاد میکنم ببینید و نظرتون برام توی کامنت ها بنویسید دمتون گرم منتظر ویدیو بعدی باشید